به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان و مهندسین عزیز و گرامی که این آموزش رو تهیه فرمودید. بنده حمیدرضا پیرجمادی هستم، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش سیستم‌های قدرت. از مجموعه آموزشی فرادرس تشکر می‌کنم که به بنده این فرصت رو دادن تا در خدمت شما عزیزان و دانشجویان محترم باشم. آموزشی که شما عزیزان تهیه فرمودید، آموزش شبیه‌سازی مقره اتکایی به صورت سه بعدی و تحلیل الکتریکی در نرم افزار کامسول هستش. قبل از اینکه من برم سراغ نرم افزار و بدون مثلا نرم افزار کامسول چیه، یک مقدمه خیلی کلی در مورد این نرم افزار، اهمیت این نرم افزار، اهمیت شبیه‌سازی توی این نرم افزار خدمتتون ارائه میدم. بعدش میریم سراغ مباحث قشنگی که بالاخره در ادامه خواهیم داشت. ناگهانید اگر شما در حوزه مهندسی یا حالا هر حوزه، هر رشته که شما دارید تحصیل میکنید، مثل فیزیک، ریاضی، شیمی، مهندسی شیمی، صنایع مکانیک، برق و غیره، بدون شک یکی از نرم افزارهایی که توی مقطع تحصیلات تکمیلی مثل ارشد و دکترا بهش برمیخورید، نرم افزار کامسول هستش. یعنی امروزه توی محیط آکادمیک تقریبا میتونم بگم که تو خیلی از پایان نامه ها نرم افزار کامسول ورود کرده، یعنی مجبورن بیان از نرم افزار کامسول استفاده کنن. یعنی اگه شما الان مقالات سالهای اخیر رو نگاه کنید، پایان نامه ها رو یه جستجو کنید، میبینید که از نرم افزار کامسول استفاده شده. حالا چرا این همه محیط آکادمیک داره میره سمت نرم افزار کامسول و به عنوان مثال چرا تو حوزه مهندسی برق نرم افزارهای مثل مکسول یا نم جی مک یا فلاکس اینا دارن ارزش خودشون رو کم کم از دست میدن؟ ببینید، نرم افزار کامسول یکی از نرم افزارهای المان محدود ما هستش. خب اینا رو مطمئنا خودتون میتونید و شاید آشنایی هم داشته باشید با نرم افزار. حالا یه قدرتی که این نرم افزار داره به من کاربر میده اینه که من میتونم توی این نرم افزار بیام و چند تا فیزیک رو با هم دیگه کوپل کنم. خب یعنی چی چند تا فیزیک رو کوپل کنم؟ ببینید، شما فرض کنید که یه دونه هادی دارید، خب مثلا، یا اصلا یک کابل رو شما فرض کنید. من میخوام ببینم این کابلی که با یک سطح مقطع مشخص هستش مثلا میتونه جریان 300 آمپر رو تحمل کنه یا نه. خب میام این رو شبیه سازی میکنم توی نرم افزار، بهش میگم ازت داره این جریان 300 آمپری عبور میکنه. دیگه برای من چی مهمه؟ ببینید، بدون شک محیط من هم خیلی تاثیرگذار هستش. من یک موقع از کابل رو میتونم بذارم روی زمین، رو زمین باشه، یک موقع از میتونم بذارم داخل تونل، یک موقع از داخل کانال میتونم بذارم، یک موقع از شما فضای خیلی بسته تری دارید، یک موقع از شما کابل هایی که دارید مثلا 3-4 تا کابل کنار همه، هر کدوم از اینها بدون شک از نظر حرارت مختلف هستش. اگر شما حرارت رو داخل هوا بذارید، حرارت کابل خیلی راحت میتونه منتقل بشه و حرارت کمتری خواهد داشت. ولی شما فرض کنید که همون کابل رو بذارید داخل تونل یا زیر زمین دفنش کنید، مطمئنا انتقال حرارت کمتر، پس حرارت کابل بالاتر میره. یا نه، شما فرض کنید که چند تا کابل رو کنار هم گذاشتید، خب از هر کابل داره 300 آمپر عبور میکنه. خب این کابل روی هم تاثیر دارن دیگه، یعنی کابل شماره یک داره یک حرارتی هم میده به کابل شماره دو. بنابراین من باید این محیط رو هم شبیه سازی کنم. این نرم افزار کامسول یک خوبی خیلی قشنگی که داره اینه که به من اجازه میده که بیام و فیزیکای مختلف رو بررسی کنم. یعنی بگم کابل شما یه حرارت بیرونی هم داره، یعنی اثر حرارت رو هم ببینه. یعنی هم عرض کنم خدمت شما تحلیل الکتریکی انجام میدی، جریان بهش میدی، هم یک تحلیل حرارتی هم روش میزنی، اثر حرارت رو هم روش اعمال میکنی. به این میگن قدرت چند فیزیکی یا مولتی فیزیک بودن نرم افزار کامسول. حالا تو رشته‌های دیگه هم اینجوریه، یعنی شما میتونید برق رو با مکانیک کوپلش کنید، برق رو با فیزیک کوپلش کنید، یا به عنوان مثال شیمی رو بیان با برق قاطی کنید، کوپلش کنید، ببینید چه تأثیری دارن میذارن روی هم. پس خلاصه این مطالب اینه که اگر شما خواستید یک نتیجه واقعی تر ببینید از شبیه سازی، بدون شک در حال حاضر نرم افزار کامسول قدرتمندترین نرم افزار هستش توی بازاری که ما الان باهاش مواجه هستیم. و همینطور توی صنعت اگر شما تشریف ببرید، خیلی از پروژه‌های صنعتی دیگه داره میره سمت نرم افزار کامسول به خاطر همین توانایی‌هایی که داره به کاربرش میده. و خب نرم افزارهای دیگه کم رنگ‌تر دارن میشن، نه که حالا هیچ استفاده نشن، داره حضورشون کم رنگ‌تر میشه توی عرصه صنعتی و همینطور عرصه آکادمیک توی کشورهای مختلف. به خاطر همین ما نرم افزار کامسول رو میتونیم به عنوان یک نرم افزاری که بچه‌هایی که دارن ارشد یا دکترا میخونن براشون اهمیت داره معرفی کنیم، یعنی یادگیریشون واقعا براشون شاید واجب باشه. حالا برای اینکه شما یک نرم افزار رو یاد بگیرید، حالا این نرم افزار میتونه تو هر حوزه‌ای باشه،
به برمان مثال یه نرم افزار باشه، گرافیکی باشه، مثلا بیاین سه بعدی، دو بعدی، تک بعدی شبیه سازی کنید، یا نه مثلا میخواین کد بزنید. یک راهش اینه که بیاین نرم افزار رو باز کنید، به عنوان مثال از صفر شروع کنید، ببینید هر منو چیه. مثلا برید توی جیومتری ببینید خب این چیکار میکنه، اون توی ابزارها، توی منوها، توی فایلها، همه موارد رو بررسی کنید. این جور آموزش از نظر راندمان بسیار پایینی داره. یعنی شما دفعه بعد که میخواین، یعنی حالا بررسی کنید نرم افزار رو، احتمال اینکه یادتون بره زیاده. خب حالا باید چیکار کنیم؟ یکی از روشهایی که خیلی راندمان خوبی داره و معمولا دانشجوها خیلی باهاش ارتباط برقرار میکنن، به صورت پروژه محور. مثلا بیای همون اول شروع کنی، به عنوان مثال یه دونه مهندس برق بیاد شروع کنه یه دونه کابل رو شبیه سازی کردن، یه دونه ترانسفورماتور رو شبیه سازی کردن. این پروژه محور باعث میشه که شما خیلی ذوق بیشتر و خیلی انگیزه بیشتر داشته باشی برای اینکه یاد بگیری، چون در آخرش شما بالاخره یه چیزی رو شبیه سازی کردی و یک داده ای ازش میگیری، یک نتیجه ازش میگیری. بنابراین پروژه محور یاد گرفتن فوق العاده از نظر بنده مهم هستش و خیلی میتونه راندمان خوبی داشته باشه برای من و شما. و ما توی این آموزشی که در حال حاضر میخوایم انشالله با همدیگه یاد بگیریم، میخوایم به صورت پروژه محور بیایم و یه دونه مقره اتکایی رو به صورت سه‌بعدی شبیه سازی کنیم و شروع کنیم تحلیل الکتریکی کنیم، تحلیل فرکانسی انجام بدیم، ببینیم ولتاژ چه جوریه، توزیع پتانسیل چه جوریه، توزیع میدان به چه صورتیه. این از توضیحات تقریبا خلاصه بنده در مورد این آموزش. دیگه بریم سراغ نرم افزار ببینیم مثلا کامسول چجوریه. خب در ابتدا بچه ها بیاییم و یکم در مورد خود مقره صحبت کنیم، ببینیم مثلا مقره ها برای چی استفاده میشن، کاربردهاشون چیه، انواعشون به چه صورتیه، جنسشون چیه، اون پارامترهایی که بالاخره مهم هستش توی طراحی مقره، با اونا یک آشنایی کلی پیدا کنیم، تا جایی که ممکنه استاندارداشو بشناسیم یا منوال هایی که برای مقره استفاده میشن اونها رو بشناسیم. بعدش یه دونه مقره رو انتخاب میکنیم، مثلا میگیم یه مقره 63 کیلو ولت یا یه مقره 10 کیلو ولت، 33 کیلو ولت، یک ولتاژ رو انتخاب میکنیم و میریم سراغ نرم افزار و شبیه سازی همون مقره. نکنید ما میخوایم در مورد مقره اتکایی صحبت کنیم. وقتی که من میگم مقره اتکایی یعنی چند تا مقره پس وجود داره که یکیش اتکایی دیگه، درسته؟ ما حالا توی این آموزش فقط در مورد خود مقره اتکایی میخوایم صحبت کنیم. ببینید اصلا مقره ها برای چی استفاده میشن؟ خب مقره ها شکلش رو دیگه همه مهندس های برق، اونایی که بچه های برقی هستن، دیدن. مقره ها جزء تجهیزاتی هستن که بسیار زیاد توی سیستم قدرت استفاده میشه. مثل کجا؟ مثلا پست های فشار قوی، مثل پست های توزیع، مثل سویچ گیرها، مانند داخل تابلوها، روی تابلوها. عرض کنم خدمت شما داخل خطوط انتقال اگر شما ببینید روی کراس آرم ها یا کنسول ها معمولا مقره قرار میگیره توی سطح ولتاژ های مختلف. یعنی توی 20 کیلو ولت شما مقره دارید، توی 6 کیلو ولت مقره دارید، توی 3 کیلو ولت مقره دارید، توی 400 کیلو ولت هم باز مقره دارید. حالا هر کدوم از مقره ها یه کارهای خاص خودش رو داره. به عنوان مثال توی خطوط انتقال دیگه شما خط انتقال ها رو ببینید، حالا توی سطح ولتاژ های مختلف، میبینید که یک مقره هایی هستن که به صورت کششی هستن، درسته؟ مثلا شما فرض کنید اینجا اگر باشه دکل برق شما، ببینید یه مقره هایی اینجوری مثلا قرار گرفته، شما فرض کنید این مقره هستش به این حالت و خط انتقال میاد وصل میشه به این مقره، فرض کنید این سبزه باشه خط انتقال شما. حالا از اینجا هم یه اتصال میگیرن، به عنوان مثال میان و ادامهش رو به این صورت میرن. حالا این مقره داره چیکار میکنه؟ ببینید اینجا به صورت کلی بررسی کنیم. این مقره اولین کاری که داره میکنه اینه که فاصله عایقی بین این هادی تا این دکل رو داره حفظ میکنه. به عنوان مثال مثلا میگیم آقا این سطح 63 کیلو ولته، مثلا باید فرض کنید، حالا این عدد یک عدد مثالیه، به عنوان مثال 1 متر فاصله داشته باشه با کجا؟ با دکل برقمون. این 1 متر رو کی ایجاد میکنه؟ این مقره ایجاد میکنه. حالا چرا باید فاصله باشه؟ چون نکنید هر سطح ولتاژی یه دونه سطح ایمنی داره، یعنی شما نمیتونید از یک حدی نزدیکتر بشید به اون خطوط انتقال. مثلا 400 کیلو ولت میگن 4 متر میشه سطح خطرناکه، یعنی تا 4 متر اگه شما برید احتمال داره یک شوک الکتریکی بهتون وارد میشه. پس شما اگر بخواید حفظ کنید، خب مثلا 4 متر باید ازش فاصله بگیرید. یا مثلا سطح 63 کیلو ولت هول هوش 1 متره، شما اگه
دستتون رو ببرید نزدیک 63 کیلوولت، تا 2 متری مشکل نداره، تا 1 متری مشکل نداره، ولی بالاتر از 1 متر، یعنی مثلا تو 50 سانتی متری 63 قرار بگیرید، احتمال داره شوک الکتریکی بهتون وارد بشه، یعنی سطح خطرناکش هستش. بنابراین این سطح خطرناک رو کی برای ما حفظش میکنه؟ مقره. ببینید اگر نزدیک بشه، این خط انتقال از این نزدیکتر بشه به این دکله، این دکله ساختارش چیه؟ به صورت فلزی هستش دیگه. پس این سطح فلزی، این حالا تیر برق یا عرض کنم خدمت شما دکل برق ما، میتونه دارای سطح ولتاژ بشه. لذا باید ما این سطح رو حفظش کنیم. حالا ببینید این دکل های برق از یک سمت زمین شدن دیگه. ببین این سطح پایینی رو میان زمین میکنن، یعنی اینجا زمینه، ببین این سطح زمینه، اینجا هم که های ولتیج ما هستش، ولتاژ دار ما هستش. خب این دوتا باید با همدیگه یک فاصله رو حفظ کنن، وگرنه بینشون یک آرکی زده میشه. این سطح ایمنی و این سطح رو کی حفظ میکنه؟ مقره میان حفظش میکنن. پس ما مقره های مختلف داریم. مثلا این مقره ها رو بهش میگن مقره های کششی یا مقره های حلقه، اصطلاحا هم بهش میگن. چند تا حلقه مقره است که به همدیگه وصل میشن، این مقره ها رو ایجاد میکنن، یا مقره زنجیره‌ای هم میگن، چون به صورت زنجیره‌ای به هم وصلن. مقره‌ای که ما میخوایم کار کنیم روش مقره های اتکایی هستن. این مقره های اتکایی ببینید یه همچین شکلی دارن، یعنی مثل اینها به صورت زنجیره‌ای نیستن که مثلا بتونن کش بیان یا یه کمی بالاخره بتونن بازی کنن جای خودشون. این مقره های اتکایی ببینید اتکا دارن، یعنی کاملا ثابت هستن، که اصطلاحاً به این مقره های اتکایی توی پست ها پی آی هم میگن. یعنی اگه شما شنیدید پی آی یعنی پست اینسولیتور، این پی آی ها همون مقره های اتکایی هستن که یه همچین شکلی دارن. حالا شکل خیلی معمولش همچین چیزی هسته. خب مثلا این بزرگر رو نها کنید، میبینید که وقتی که اومده به چترک داده، خب ارتفاع کمتر شده، ولی بدون چترک این ارتفاع رو زیادتر کرده. یعنی ما خیلی پارامترهای مختلف داریم برای حالا طراحی خود مقره. حالا یک نوع دیگه‌ش هم اینجوریه، نها کنید، این مقره هم هیچ نوع کششی ندارن، فقط جنسشون فرق داره. اینها به عنوان مثال میتونن از سرامیک باشن یا از پلی‌استر باشن. اینا مثلا یکم پلیمری ان، یکم حالت نرم‌تر دارن، که حالا هر کدومش کاربردهای مختلفش رو داره. ما میخوایم رو چی کار کنیم؟ ما میخوایم رو این کار کنیم، یعنی بیایم یه دونه همچین پی آی یا همچین مقره اتکایی رو شبیه سازی کنیم، ببینیم به چه صورتیه. نکنید اینجا باز من انواع مختلف رو آوردم براتون، اینا همشون مقره اتکایی هستن. نکنید مقره اتکایی از یک سمت به عنوان مثلا سمت این سمت وصل میشه به زمین، یعنی اینجا معمولا وصل میشه به زمین. اینجا چیه؟ این خط انتقال میاد از داخل این عبور میکنه و توسط یه اهرم های یا یک پیچی این هادی ما داخل این مقره نگه داشته میشه. این هم دقیقا همینجوریه. نگاه کنید از این سمت با 4 تا پیچ وصل میشه به پایه فلزی ما که زمین شده، از اینجا وصل میشه به هادی فشار قوی ما. هادی فشار قوی میاد توسط این 4 تا پیچ وصل میشه به مقره اتکایی، که حالا اینم نمای روبه روی همین مقره خواهد بود. ببینید همونطور که گفتم مقره های اتکایی تو جای مختلف استفاده میشه. شما مطمئنه توی تابلوها دیدید، حالا شاید یادتون نباشه، اونایی هم که دیگه اهل یعنی تخصصشون تابلو هستش، بدون شک دیگه خیلی سر و کار دارن با این مقره ها. به عنوان مثال جای دیگه که استفاده میشه توی پستای فشار قوی هستش. من اینجا یک طرح جانمایی یا لیوت از پستای فشار قوی براتون آوردم. ناکنید به عنوان مثال اینجا یه دونه دارید چی میبینید؟ اینجا دارید یه دونه برقگیر میبینید، درسته؟ یا اصطلاحاً لاین ارستر دارید اینجا میبینید. این لاین ارستر از یه سمت ببینید هادی رو اومدم وصل کردم به این، درسته؟ بعد این لاین ارستر میاد چیکار میکنه؟ اگر احیانا یک سائقه توی خط باشه یا یک ولتاژ گذرا یا ترانزینت ولتیج توی خط باشه، میاد و دفعش میکنه و وارد میکنه به زمین. خب به عنوان مثال اینجا سطحش باشه 400 کیلوولت. خب این 400 کیلوولت یک سطح ایمنی داره، یعنی ما باید برای 400 کیلوولت یک ارتفاعی رو در نظر بگیریم تا زمین. ببینید الان اینجا زمین هستش، این استراکچر ما کلن زمینه دیگه، که الان من اینجا سبز میکنم، این کلن زمینه، یعنی زمین من تو این ارتفاع قرار گرفته. پس این ارتفاع دکل فشار قوی یا هادی فشار قوی تا این زمین باید حفظ بشه، که دقیقا میشه این ارتفاع. این ارتفاع رو میان توسط پی آی انجام میدن. حالا بعضی موقع خود لاینرستر اینقدر ارتفاع داره که اون سطح ایمنی برقرار بشه، اگر احیانا برقرار نشد میان لاینرستر رو سوار میکنن روی یه دونه پی آی. چجوری؟ ببینید به عنوان مثال این باشه لاینرستر شما، من حالا با خزشاش نمایش میدم خدمتون به این حالت،
این باشه لاینرسر که هادی میاد داخل این، بعد لاینرسر رو میان سوار میکنن روی یه دونه پی آی. این پی آی مثلا باشه این قرمزه، ببینید چه اتفاقی داره میفته. بعدش هم که ادامهش هم که وصل به چی استراکچر، اینجا هم استراکچره، این استراکچره رو هم زمین خواهند کرد. ببینید این لاینرسر یا برقگیر ما هستش، برای اینکه این ارتفاع ما تا زمین حفظ بشه میان چیکار میکنن؟ سوار میکنن روی یه دونه پی آی. این پی آی خواهد بود و استراکچر ما هم چون زمین شده، پس این قسمت ببینید اینجا کلا زمینه دیگه، یعنی چون این پایین وصل شده به زمین و این استراکچر فلزیه، همه جا این استراکچر فلزی زمین محسوب میشه. بنابراین ارتفاع این تا این قسمت که زمینه باید حفظ بشه، که مثلا من ارتفاع رو اسمش میذارم H، این چه باید حفظ بشه. حالا تو قسمت های مختلف هم دقیقا همینه. نها کنید مثلا اینجا لاینرسر، بعد رفته به گنتری یا دروازه ورود ما، بعد رفته به یک سکسیونر، بعدش مثلا یه دونه پیتی داریم، بعد یه دونه سرکت بریکر داریم یا همون کلید فشار قوی. اینجا باسبار ما هستش، ببینید باسبار، هادیا میرن داخل باسبار. این ارتفاع رو کی حفظ میکنه بچه ها؟ آفرین، دقیقاً همون پی آی ها میان حفظ میکنن. پس اینجا ما پی آی به کار بردیم، باز اینجا باسبار داریم، این پی آی به کار بردیم. ببینید اینجا کلید فشار قوی هستش، این ارتفاع رو به این جا کلا زمینه دیگه، این استراکچر کلا زمینن، این ارتفاع تا زمین رو کی حفظ میکنه؟ پی آی. بعدش هم اومدیم باز مثلا یه دونه اینجا سی تی داریم و در نهایت رسیدیم به ترانسفورماتور و از ترانسفورماتور خروجیشو دادیم به ادامه خط ما. پس نگاه کنید پی آی انواع، یا بتونیم بگیم که کاربردهای مختلفی توی پست‌های فشار قوی داره. یعنی شما وارد پست میشید، انواع پی آی رو میبینید داخل پست فشار قوی. و اینجا باز من شکل کاملی براتون آوردم به عنوان مثال. نگاه کنید اینجا دلان کنسول مربوط به دکل‌هامون هستش، یا ستون‌هایی که ما توی سطح خیابون توی کوچه‌ها داریم میبینیم، یا اصطلاحاً کلاس آرم هم بهش میگن. نگاه کنید این هادی ما خواب که داره میاد، میاد سوار میشه روی این پی آی. اینجا هم پی آی ما هستش. بذات با یه رنگ دیگه براتون بنویسم این پی آی رو که با قرمز یکم مشخص باشه. این هادی اومده و میبینیم که توسط یه حالا فلزهایی کوب شده یا وصل شده به قسمت پی آی یا همون مقره اتکایی. این مقره اتکایی ببینید این ارتفاع رو حفظ میکنه. دومین کاری که میکنه چیه؟ وزن این هادی رو هم تحمل میکنه. شما نمیتونید که به عنوان مثال یه دونه خط 1 کیلومتری در نظر بگیرید، 1 کیلومتر سیم بکشید. این اصلا یه چیز واقعا منطقی هم نیستش. نها کنید اینجا اگه باشه ستونهای شما به این حالت، و خب ما 3 تا فاز بردیم دیگه، به این حالت اینم باشه فازمون. ما تو اقصا نقاط خیابون و همینطور تو جاده ها اگه شما دقت کنید، میان و دکل برق قرار میدن یا ستون برق قرار میدن و توسط مقره میان و این خطهای انتقال یا هادیهای انتقال رو اصطلاحا نگهش میدارن، چون وزن هادیا خب خیلی زیاد میشه. شما فرض کنید اینجا خب طولش باشه به عنوان مثال 100 متر. 100 متر خب عدد خیلی بزرگی نیست، ولی همین 100 متر بشه 200 متر، وزن این هادیا خیلی زیاد میشه. بنابراین بوشینگ ها یا همین مقره هایی که اینجا قرار میدن، این مقره ها باید بتونن اون وزن رو تحمل کنن. پس این فواصل دکل ها رو کمتر میکنن تا این مقره ها بتونن وزن این هادیره ها رو هم تحمل کنن. و اینجا باز یه نمای دیگه از پست فشار قوی هست که به عنوان مثال اینها سکسیونر ما هستش. میبینیم که سکسیونر سوار شده روی پی آی ها، انواع پی آی ما داریم اینجا میبینیم. اینجا به عنوان مثال یا حالا سی تی هستش یا پی تی، یعنی ترانس ولتاژ یا ترانس جریان هستش که باز سوار شده روی پی آی. و توی اینجا ما داریم چی میبینیم؟ اینها باسبار ما هستش که باز باسبار میبینید که سوار شده روی مقره‌های اتکایی یا پی آی. در این قسمت ما میخواییم پارامترهای مهم توی انتخاب مقره رو با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. خب ببینید اگه بخواییم پارامترها رو تقسیم بندی کنیم، دو تا پارامتر مهم خواهیم داشت. یکی عوامل الکتریکی هستش، یکی هم عوامل مکانیکی. ما باید دوتاش رو هم با همدیگه در نظر بگیریم و سپس یه دونه مقره رو بیاییم و طراحی کنیم. حالا توی این آموزش ما هدفمون طراحی نیستش، فقط میخوایم یه شناختی به پارامترها پیدا کنیم. نگاه کنید عوامل الکتریکی ما دوتا بخش مختلف خواهد داشت. حالا عوامل الکتریکی کلن برمیگرده به چی؟ برمیگرده به سطح ولتاژ ما. یعنی اینکه توی ولتاژهای مختلف ما میایم و عوامل الکتریکی رو بررسی میکنیم، یعنی به جریان زیاد بستگی نداره. البته خب جریان یه تأثیر دیگه هم میذاره که اون تو قسمت مکانیکی خدمتتون میگم. نگاه کنید اگر ما ولتاژمون هر چقدر بره بالاتر چه اتفاق میفته؟ اون فاصله یا ارتفاع از سطح ولتاژ بالا تا زمین باید زیادتر بشه.
درسته؟ پس یکی از عوامل الکتریکی ما چیه؟ اون سطح ایمنی، یا من اصطلاحا بهش میگم فاصله ایمنی. فاصله ایمنی رو اصطلاحا بهش کلیرنس هم گفته میشه، یعنی فاصله فاز یا های ولتیج تا زمین. دومین پارامتر الکتریکی که ما حتما باید حواسمون بهش باشه بحث فاصله خزشی هستش. این فاصله خزشی چی هستش؟ اینو در تقریبا دو سه تا پاورپوینت بعدی با هم دیگه بررسی میکنیم. به فاصله خزشی اصطلاحاً کریپیج دیستنس هم گفته میشه، یعنی فاصله خزشی، که حالا احتمالاً حالا اینو به گوشتون خورده تو درسی مثل پست‌های فشار قوی و غیره، مطمئناً فاصله خزشی به گوشتون خورده. بنابراین از نظر الکتریکی ما باید حواسمون به این دوتا پارامتر باشه. یعنی مثلا من میخوام یه مقره طراحی کنم برای 20 کیلووولت، باید کلیرنس من یا فاصله ایمنی من درست باشه، کریپیج دیستنس یا فاصله خزشی منم درست انتخاب شده باشه. اینا رو اصلا نگران نباشید. یعنی ما میتونیم به صورت فرمولی هم بریم محاسبهشون کنیم، ولی خب این اصلا چیز جالبی نیست. چرا؟ چون خب یه چیزهایی داریم به نام استاندارد که حالا اومدن بنابر تجارب مختلف مقدار فاصله ایمنی و مقدار فاصله خزشی رو توی سطوح ولتاژ مختلف پیدا کردن و ما خیلی راحت میتونیم بریم از اون استاندارده کمک بگیریم، که حالا انشالله من اون استانداردها یا منوال‌ها رو خدمتون میگم و در اختیارتون قرار میدم که شما هم خواستید انتخاب کنید بدونید که به چه صورتیه. بحث بعدی میشه عوامل مکانیکی. آقا شما یه مقره‌ای که داری انتخاب میکنی، خب جنسش باید طوری باشه که اولا وزن اون هادی رو بتونه تحمل کنه، درسته؟ اون هادیه بالاخره فرض کنی 100 متر کابل رو باید بتونه تحمل کنه. این 100 متر کابل یک وزن خیلی زیادی داره که داره یک حالا نیروی کششی وارد میکنه به این مقره ما. دیگه باید چی رو تحمل کنه؟ نکنید این مقره میتونه هم داخل یک سالن استفاده بشه هم بیرون از یک سالن، یعنی ایندور یا آوتدور باشه. اگر ایندور باشه خب عوامل محیطی کمتره، ولی بیرون از سالن باشه، مثلا تو یک فضای باز باشه، عوامل محیطی زیاد میشه. مثل چی؟ مثل فرض کنید باران. یعنی چی باران؟ یعنی رطوبت دیگه. پس باید رطوبت رو بتونه تحمل کنه. دیگه چی؟ هوای خشک رو باید بتونه تحمل کنه. هوای خشک مثل چی؟ گرد و غبار. اگر یادتون باشه ما مثلا قسمت‌های جنوبی کشور ایران تو سال‌های اخیر ما با پدیده خب ریزگردها الان مواجه هستیم و تو یک سال بیشتر خطوط از مدار خارج شدن. چرا؟ چون مقره ها فوق‌العاده زیاد کثیف شده بودن، گرد و غبار نشسته بودن روشون و همه رله ها داشتن فالت میدادن و قطع میکردن، تریپ میکردن خطو. بنابراین این مقره باید بتونه اینها رو تحمل کنه. دیگه چی؟ باید بتونه حرارت ها رو تحمل کنه، هم حرارت های پایین هم حرارت های بالا، یعنی هم دمای بالا رو تحمل کنه همون دماهای پایین رو هم بتونه تحمل کنه. یعنی ممکنه این مقره ما تو جنوب کشور استفاده بشه، همون مقره رو ما ممکنه ببریم به عنوان مثال سمت آذربایجان که یه منطقه تقریبا سرد و خشکه، تو اونجا استفاده کنیم. این مقره باید بتونه هر دو حالت رو تحمل کنه. حالا این عوامل یه عوامل مکانیکی هستن که این مقره ما باید بتونه تحمل کنه. حالا اینها معمولا مربوط میشه به مهندسین مکانیکی عزیز ما. خب ما که برقی هستیم این دوتا رو بیشتر مد نظر قرار میدیم و در مورد اینها صحبت میکنیم. و حالا اونایی که حالا علاقمند هستن به مباحث مربوط به مکانیکی خب میتونن برن رفرنس ها رو بخونن و مطالعهشون رو کامل کنن. خب ببینید پارامتر اولیه حالا از نظر الکتریکی ما میشد همون کلیرنس یا فاصله ایمنی. فاصله ایمنی کجاست بچه‌ها؟ ببینید فاصله سطح فشار قوی من یعنی این قسمت تا سطح زمین شده من یعنی این قسمت. ببین اینجا رو بهش میگیم کلیرنس یا فاصله ایمنی. حواست باشه ببین یک ارتفاع مستقیم هستش. حالا چرا دارم میگم مستقیم؟ چون تو اون کریپیج دیستنس ما ارتفاعمون غیر مستقیم میشه که حالا اونو یاد میگیریم. پس فاصله از HV تا زمین رو ما بهش میگیم کلیرنس. تو سطوح ولتاژ مختلف این مقدار متفاوت خواهد بود. ببینید این رو من آوردم، این جدولی که آوردم از جدول منوال ABB هستش که یک استاندارد، حالا استاندارد هم نگیم، یک منوال بسیار معتبری هستش که حالا خودش هم نیومده که معمولا بررسی رو به صورت کامل انجام بده، خودش از استانداردها اومده و رفرنس گرفته. یعنی گفته که به عنوان مثال کلیرنس بنابر استاندارد فلان اینقدره و خب یک منبع بسیار خوبی هستش. ABB منوال رو من به صورت کامل در اختیارتون قرار خواهم داد.
ناگهان توی این جدول اومده مقادیر مختلف کلیرنس رو گفته. ببین گفته ولتاژ نامیت اینقدر باشه. خب به این ولتاژ های نامی مثلا 3 کیلو ولت، 6 کیلو ولت، 10، 15، 20 فی. همیشه استاندارد در کنار ولتاژ نامی یک ولتاژ ماکسیموم هم داره. مثلا برای 3 کیلو ولت داره چه میگه؟ میگه مقدار ماکسیمومش 3.6ه. یعنی شما مقرره‌ای که داری طراحی می‌کنی برای 3 کیلو ولت حتما باید 3.6 رو تحمل کنه، یعنی ولتاژ ماکسیموم رو طراحی می‌کنن، درسته؟ یعنی طراحیمون بر مبنای چیه؟ 3.6ه. یا به عنوان مثال 20 کیلو ولت، اینو احتمالاً شنیده باشید، 20 کیلو ولت ما سطح توزیعمون هستش دیگه. 20 کیلو ولت ولتاژ ماکسیموم چقدره؟ 24. یعنی مقرره‌ای که تو 20 کیلو ولت داره نصب میشه باید 24 رو هم بتونه تحمل کنه و همینطور بقیه ولتاژها. دیگه چی داریم؟ یه دونه پاور فرکانسی هستش که برای تست استفاده میشه. مثلا میگه 3 کیلو ولت باید بتونه 10 کیلو ولت رو تحمل کنه، ولی به صورت چی؟ به صورت شورت تایم، یعنی تو زمان کوتاه و معمولا تو یک دقیقه است. مثلا میگن مقرره 3 کیلو ولت باید 10 کیلو ولت رو به مدت یک دقیقه تحمل کنه. به این میگن پاور فرکانسی، که بسیار بسیار تست مهمی هستش و تقریبا میتونیم بگیم شاید سخت‌ترین تستی هستش که یه دونه تجهیز باید پاس کنه. و این پاور فرکانسی با ولتاژ سینوسی هستش، یعنی یه ولتاژ سینوسی اعمال میکنن ولی مقدارش بیشتر از مقدار نامیه. مثلا ناگهان تو 20 کیلو ولت پاور فرکانسی ما 50. دیگه چی داریم؟ ببینید یه دونه ایمپالس داریم، میگه همونها باید یک ایمپالسی رو هم تحمل کنن. این ایمپالس یک شکل استاندارد داره، 1.2 به 50 میکروثانیه هستش، شکل استاندارد سائقه. چرا؟ چون لایتینگ دیگه، استاندارد لایتینگ هستش، لایتینگ ایمپالس. یعنی یه 3 کیلو ولت خب باید بتونه یه دونه ایمپالس یا یک موج سائقه 20 کیلو ولت را تحمل کنه، یا مثلا 20 کیلو ولت باید بتونه 95 یا 125 کیلو ولت را تحمل کنه. الان نگاه کنید بعضی جاها مثلا دو رقمی داده، الان برای همین 3 کیلو ولت گفته 20 کیلو ولت یا 40 کیلو ولت. در برخی جاها 20 کیلو ولت، در برخی جاها 40 کیلو ولت، که معمولا اگر شما خواستید آور دیزاین انجام بدید دیگه 40 کیلو ولت رو انتخاب میکنید. یعنی آقا میگی من 40 کیلو ولت رو تحمل کنم دیگه مطمئنم. پس 40 کیلو ولت رو میای و مبنای طراحی قرار میدید. دیگه چی داریم؟ ببین قسمت سومت میشه کلیرنس شما. گفته مینیمم کلیرنس، حالا گفته فاز تا زمین و همینطور فاز تا فاز. اومده دو قسمت کرده، گفته نکنید ایندور و اوتدور. توی ایندورها مثلا 3 کیلو ولت، ببین چی گفته؟ گفته اگه 3 کیلو ولت مقدار کلیرنس در داخل سالن باید 60 میلیمتر باشه، یعنی این ارتفاع حتما باید 60 میلیمتر باشه. اگر اوتدور بود باید باشه 120 میلیمتر. پس میبینید دانشجو که چقدر تفاوت داره بین ایندور و اوتدور، یعنی 60 میلیمتر تبدیل میشه به 120. یا یه ولتاژ دیگر رو بررسی کنیم، 20 کیلو ولت رو نها کن، 20 کیلو ولت باید 95 کیلو ولت یا 195 کیلو ولت سائقه رو تحمل کنه. مقدار کلیرنس چقدره؟ گفته دیگه اصلا مهم نیست که داخل باشه یا بیرون از سالن، یا 160 میلیمتر یا 220 میلیمتر، که ما معمولا آور دیزاین انجام میدیم و 220 میلیمتر رو انتخاب میکنیم. 220 میلیمتر یعنی 22 سانتی متر، یعنی اگر اینجا 20 کیلو ولت باشه ارتفاع HV تا زمین شما چقدر باید باشه؟ باید باشه 20، حالا کاملش بنویسیم، 22 سانتی متر. این قسمت باید باشه 22 سانتی متر. حالا اگر 30 کیلو ولت باشه چی؟ ببین 30 کیلو ولت باشه میشه 27 سانتی متر. من با یه رنگ دیگه نمایش میدم. اگر اینجا باشه 30 کیلو ولت مقدار کلیرنس شما میشه چقدر؟ 32 سانتی متر. پس هر چقدر سطح ولتاژ شما میره بالا دیگه مقدار کلیرنس هم به همون نسبت داره افزایش پیدا میکنه. پس کلیرنس رو خیلی راحت میایین از این ستون انتخاب میکنید و مقدار مناسب رو پیدا میکنید.